تعلمون. پس اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. الله متعال را سپاسگزارم که بار دیگر به ما این فرصت را داد که در خدمت شما بزرگواران باشیم. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم که در این برنامه از محضر جناب استاد دکتر احسان الله مبارز بهره‌مند هستیم که این برنامه همونطور که میدانید متعلق به خود شما بینندگان است و از طریق اسمس ها و سوال هایی که شما میکنید ما و کارشناس ما پاسخ فتواهایی که شما طلب کردین را جواب میده و خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و جناب دکتر بفرمایید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. من هم متقابلا خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که تا با پایان برنامه با ما یاری کند و آمین ما را در لطف و مورد لطف و کرم خیش قرار دهد. آمین. جناب دکتر، از سوالای اسمس بینندگان که اگر شروع بکنیم، یکی از بینندگان آقا مهدی از سردشت سوالشون این است که کسی که در اثر اصابت رعد و برق فوت کند، درجه شهادت ایشان نزد خداوند متعال به چه نوع است؟ بفرمایید. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم الى يوم الدين و بعد. موضوع شهادت در راه الله تبارک و تعالی، یعنی اصل شهادت که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد می شود و آیات و احادیثی که در فضیلت شهادت بخصوص آمده، مراد از او شهادت است که در میدان جهاد در راه الله تبارک و تعالی در مقابل دشمنان اسلام میسر می شود و شخصی به شهادت نائل می گردد. اصل موضوع در مسئله شهادت و اصل ثواب و درجات که هست راجع به او هست. اما در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شماره از افراد حکم شهادت به اونها داده شده، یعنی هم در جمله شهدا و هم پایه با شهدا در روز قیامت حشر میشوند. یعنی از جمله افراد متعددی است، کسی که با در دریا غرق می شود، کسی که بالای او چیز می آید آتش سوزی ها، و کسی که بالایش آبادی و امارت و آبادی بالای از او چپ می شود و امثال اینها، و کسی که در اثر بیماری های طاعون یا بیماری های درونی قلبی جان می دهد که والمبطون شهیدون. تمام اینها یعنی چیزهایی است که الله تبارک و تعالی بالای افراد یک نوع احسان و انعام کرده که برشان اجر و پاداش شهادت برای اونها برشمرده. اما بر می گرده پس به اینکه ضمن شهادت برای اونها نوعی حساب شود، هم درجه با شهادت در راه الله تبارک و تعالی بوده باشد، و این موضوع یقینی هست که چنین نیست. اما در میزان اونها
و هم پایه با آنها الله تبارک و تعالی نام و لقب شهاده شهید به آنها هم دادن. مورد دیگری که اینجا لازم به بحث است که اصل در این افراد معیاری اصلی هم لازم هست که مد نظر بوده باشد، نه که تنهایی که غرق شد با مطلق غرق شدن شهید شد یا که آبادی و عمارت بالای او ریخت خراب شد او شهید شد، یا با مرض شدیدی شکم و تاونه و آفت تاونه و مرگ میر با او پیش آمد او شهید شد. بلکه اصل در اینجا ایمانداری اصلی او معیاری اساسی است. نه هر کس حتی در راه الله تبارک و تعالی در میدان جنگ با دشمنان اسلام میره با مجردی که اونجا تیر میخوره و میمیره با این شهید گفته نمیشه، بلکه شرط اساسی است که اول خود او شخص ایماندار بوده باشد، دوم رزم و جهاد و معرکه او حضور او در معرکه برای اعلای کلمت الله بوده باشد، لتکون کلمت الله هی العلیا، تا که دین الله تبارک تعالی بالا دست و برتر بوده باشد. این هدف و آرمان اساسی او بوده باشد. در غیر او تنها حضوری در معرکه یعنی معیار برای شهید بودن نیست. لذا یک مسئله عمومی در و مورد اتفاق علمای اسلام است که شخصی که در میدان معرکه کشته میشه و با تیری دشمنان اسلام ما توقع داریم که شهید بوده باشه، اما طوری یقینی گفته نمیتونیم که او حتما شهید است، چون از آنچه که در دل داشته طوری کامل ما خبر نداره. با خبر نیست، ما از ظاهر و حالات ظاهری اطلاعی داریم، او هم اطلاع خیلی ناقص هست. به اساس او ما از الله تبارک و تعالی امیدوار هستیم که شهید بوده باشه و او را در جمله شهدا الله تبارک و تعالی قرار بده. اما موارد دیگری که آمده که این حالات هم جزی از شهدای امت به شمار میروند، اونها موارد است که حکم با اونها داده شده، قسمی که مثلا در حدیث آمده که کسی که رفته دو رکعت در خانه ایش وضو گرفته، رفته در مسجد قبا دو رکعت نماز میخونه، برایش ثواب یک عمر نوشته یک عمر است. این است که این عینا معادل عمره بوده، چون اونجا کسی که عمره میکنه ثواب یک عمره برش نیست، بلکه ثواب از 10 تا به 700 برابر برای عمره برای از او ثواب هست. اون نفر که اونجا عمره انجام میدهد امکان دارد که کم از 10 برابر تا به 700 برابر اجر برایش بوده باشد. اینها چیزی است که همه که بالاتر از یک همه چیزهای افزودی است از اون نفری که رفته دو رکعت نماز تنها در مسجد قبا میخوانه، یعنی برابر یک عمره برای او ثواب نوشته میشود، اما نه ای که مثلا فریضه عمره از گردن او ساخت شود، یکی معادل با کسی که عمره ادا میکنه ثواب داشته باشد، چون او معادل چندین عمره ثواب برای خود کسب میکنه. به همین منوال کسی است که افرادی که با اونها اجر شهید یا حکم شهید برشان آمده در روایات عیناً حکمی همین شخصی را دارن که یعنی مثال بیرونی برای فهمی او همین مثال دورکت مسجد قبا و عمره هست. یعنی اون کس که در راه الله تبارک شهید می شود و امتیازی که برای از او هست برای اینها به اون شکل نیست، اما الله تبارک تعالی یک انعام به اینها میکنه که یک درجه شهادت به اونها میده، یک درجه از درجه های شهادت برای از اونها نایل می شود و الله تبارک تعالی مقام و جایگاه بزرگی به اینها در جنت الفردوس نصیب کنه. بله، جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی آمنه از افغانستان پرسیدن که بعضی ها بچه هاشون را اسم میذارن به اسمهای عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالحفیظ و بعد اونها را صدا میزنن به رحمان، رحیم، حفیظ، آیا گناه داره چنین کاری؟
اینجا یعنی طور یقینی هست که او شخص که نام گذاشته و نامی کاملی او هست عبدالرحمن و عبدالرحیم عبدالغفور و غیره، یعنی مثلا عبدالرحمن نام است از نامهای خاص الله تبارک و تعالی که بر هیچ شخصی دیگری چون لفظ جلاله الله اطلاق نمیشه، بر هیچ شخصی دیگر اطلاق نمیشود. اما نامهای دیگری هست که بالای الله تبارک و تعالی آنچنان که لایق شأن الله تبارک و تعالی است اطلاق میشود و بالای دیگرها هم میاد. مثلا در برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که بالمؤمنین رؤوف رحیم، با مؤمنها مهربان و بارحم هست و چیزهای یعنی دیگر عزیزون علیه ما عنیدتم. بعضی اسمایی که درباره الله تبارک و تعالی آمده و اطلاق او بر ذات الهی بر الله جل جلاله من حیث مواصفات الوهیت و الله بودن هست، اما در بشر با مواصفات سازگار به فضع بشری او و با خصوصیت هایی که مقتضی او هست تنها اشتراک در اسم است و اصل معنا، اما در حقیقت صفت با هم یکی با کمال مطلقی که برای الله تبارک تعالی هست به هیچ که غیر از او نیست، با او خصوصیت هایی که برای الله تبارک تعالی هست برای هیچ کسی دیگری نیست. پس وقتی که این شخص نام گذاشته می شود و این هم یک قاعده کلی هست که غیر از الله تبارک و تعالی، یک امر مسلم است که غیر از الله تبارک و تعالی عبدیت یعنی نام بندگی برای هیچ کسی دیگر روا نیست و نام عبد و بنده مضاف به هیچ نام دیگر جز نام های الله تبارک و تعالی روا نیست، بلکه یک نوعی از انواع شرک به شمار می رود. لذا وقتی که این نام گذاری می شود به نام عبدالنبی یا عبدالحسین یا که عبدالزهرا و غیره جزی از نام های شرکی هست که بندگی را به جای الله تبارک و تعالی به کسی دیگری در او نام و در تسمیه از او در نامگذاری او قائل شده به او داده شده. اما وقتی که نام یک نفر یعنی نام بندگی و اضافتش به یکی از نام های الله تبارک و تعالی هست و او بنده الله تبارک و تعالی مراد در نامی او حتی در غیر اسم الله و رحمان در نام های دیگر مراد از خود نام بنده باشه، خود نام نامی بنده نیست اونجا. مثلا عبدالرحیم مراد از او به اتفاق همه خیست الله تبارک و تعالی، مراد از رحیم در اینجا الله تبارک و تعالی است و این بنده رحیم است. عبدالغفور بنده غفور، بنده غفور و مراد از اینجا غفور نامی برای الله. این نام هایی است که صفات هایی است که الله برمی‌گیرد. بله. پس اینجا نام الله تبارک و تعالی را مقطع اول نام، جزء اول نام گذاشته، بخش دومی او را که مراد از او در امی تسمیه و نام گذاری وصفی مربوط به این شخص نیست، بلکه نام برای الله تبارک و تعالی و وصفی مربوط به الله تبارک و تعالی است. اینجا یک نوع الحاد در و کجروی در نام های الله تبارک و تعالی است که در سوره اسراء الله تبارک و تعالی از این منع کرده و در جای دیگر و در الذین یلحدون فی اسمائه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، شما اونهایی که در اسماء الله تبارک و تعالی الحاد و کجروی میکنن، روش های نادرست را انتخاب میکنن، شما راه اونها و همگامی اونها و همراهی با اونها را بگذاره. پس در اینجا یعنی این عمل کرد یک عمل کردی نادرسته هست، یک نوعی از الحاد و کجروی در نام های الله تبارک و تعالی به شمار می رود. بله اگر از اول نامی او مثلا رحیم بوده باشه یا یکی کریم باشه، چون یا مضاف به الله تبارک و تعالی یا که غیری او،
میشه وقت در اینجا بنامی کریم وصف خودش یاد بکنی، اما یکی نامی که مراد در اونجا نام الله تبارک و تعالی است و او را اطلاق بکنی در بالا یکی از به افراد بشر، این نوعی از انحراف است که اگر در اونجا مراد، یعنی چون این بدون قصد صورت میگیره، بدون اینکه مطلبی او بوده باشد که این الله تبارک و تعالی هست، در اینجا یکی از جمله گناهانی هست که الحاد در نام الله تبارک و تعالی یکی، و دوم چیزی که در سوره حجرات الله تبارک و تعالی گفته که ولا تنبذوا بالالقاب، یکی نبذ بالالقاب و تحریف تخییر در نام هاست که الله تبارک و تعالی در آدابی که در آداب زندگی اجتماعی که در سوره حجرات ذکر کردن میگه که افراد به نام هایشان یاد کنه، افراد به نام هایشان یاد کنه و در او تحریف و یعنی چیزی ایجاد نکنه. قسمی که الله تبارک و تعالی در سوره حجرات مثلا میفرمه یا ایها الذین آمنوا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یعنی لمز، نام بریدنی یک دیگرتان و لقب دادن به یک دیگرتان این چیزی است که در شریعت اسلامی ممنوع هست. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چی بد نام هست فاسق بودن بعد از ایمان داره، یعنی این کار با. یعنی تغییر در نامی در نام فرد و یا نام فرد به طور تحقیر یا استهزا آمیز به گونه دیگری ذکر کردن یا لقبی غیر مطلوب به او دادن جزی از کار است که الله تبارک و تعالی ایره در این آیت فسق نامیده و کاری فاسقی هست. پس این گناهش از اون جهت و از جهتی که الحاد در نام های الله تبارک و تعالی هست از رخی و گذاشتن نام الله تبارک و تعالی بر یک فرد از افراد بشر این گناه دیگری که بزرگتر از این گناه نام بریدن و این در صورتی که منظورشون خود صفت خداوند باشه دیگه، وگه اگر خود شخص اسم بچه رو بذاره مثلا رحیم یا عزیز یا بدون عبد گذاشتن اصل اسم اینجوری اشکالی نداره، یعنی ولی در صورتی که مثلا عبدالعزیز یا عبدالحفیظ همچی چیز گذاشته باشه باید کامل اسم و خطا بله او را باید نام کامل بگیره و در نام هایی که از اسمای خاصه الله تبارک تعالی هست مانند لفظ جلاله الله و رحمان گذاشتن اینها بالای هیچ فرد با معنای دیگری درست نیست. اما نام هایی که یا اوصافی که در بشر هم اطلاق می شوند با ماهیت بشری از اون با اون وصفی که برای الله تبارک تعالی هست، چون الله تبارک تعالی شبیه او کسی نیست و در صفات او هم شبیه با صفات مخلوقات و نام هایش هم با اونها نیست، تنها اشتراکی اسمی هست در اونها. پس در این نام ها می شود که بر بالای بشر افراد بشر یا به عنوان وصف یا به عنوان نام گذاشته شوه و اطلاق شوه. بله جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده در مورد این است که شخصی که با پولی که از مؤسسه های غیر اسلامی و یا همکاری با اشغالگران مانند آمریکایی ها در افغانستان این پول را به دست بیارد و بخواهد با اون پول به حج برود، آیا جایز هست؟ و یا با پولی که با کلاهبرداری از آنها گرفته شود، آیا درست است؟ بفرمایید. الحمدلله و بالله نستعین. سوال تقریبا دو بخش دارد. یک بخش اول سوال است که از مؤسسات، کسی که پول از مؤسسات به دست میاره و در اثر در نتیجه مبالغی که از او جمع آوری میکنه درست هست که به حج بره. یک بخش هست و بخش دومی سوال هست کلاهبرداری از غیر مسلمان ها. بخش دومی سوال هست. بخش اول سوال دارای تفصیلی هست در مسئله که
مؤسسه یا جهت غیر مسلمان ها رو فکر کنم فقط این کسانی که اومدن و کشور رو اشغال کردن، چون بیانده از افغانستان است و منظورشون در مجموع یک چیز است. یعنی کسایی که در جهات مشغول کار هستن یا با مؤسساتی هست که یعنی کار در اونها شرعاً اشکالی اساسی خودن، مثلا مؤسسه اعماری سرک هست، مؤسسه ساخت یک بند برق هست، مؤسسه ساختمانی هست مربوط به یکی از غیر مسلمان ها، در او یک شخص کار میکنه. بله. و جزی از کارهای عام المنفعه هست و بدون استعمال بر علیه مسلمان ها و اهل اسلام و بر علیه بدون اینکه بر علیه اسلام و مسلمان ها استعمال شود. اینجا چیزی است که در حلال بودن درآمد و عایدی که از او طریق برای از او هست چه اشکالی نباشه. بله. اما در مواردی که موارد شبه هست یا مواردی که یعنی غالبا در او شرعا کار و همکاری در او نادرست است، قسم خدمتگزاری در بخش های امنیتی با اشغالگران، با اشغالگران در بخش های نظامی و در بخش های مرتبط به استخبارات و دیگری که جاسوسی بری کفار بر علیه مسلمان ها. یعنی این موارد است که یعنی بدون مقید بودن به یکی از سرزمین ها که بگویم افغانستان یا عراق یا دیگر جاها، یعنی مسئله کلی هست که در مواردی که در هر نقطه زمین باشه جزی از استعمار باشه یا که کفار غیری مستعمر، در بخش های امنیتی و در بخش هایی که برخلاف اسلام استفاده میشن و به توظیف میشوند، در او بخش ها یعنی در اصل کار توظیف و موظف شدن نادرست هست. بله. و به تعقیبی از او درآمدی که از او طریق هست درآمد حلال نیست، نیست، چون وظیفه گذاری و انجام وظیفه در اونجا نادرست هست. پس وقتی که اصل نادرست بود فرع طبیعی او هست. بله. و اینجا می شود ادای حج یا عبادت الهی با مال حرام که مسئله جداگانه خود داره و در جاهایش به بحث گرفته شده، حتی در برنامه گذاشته هم جوابی داده شده بود. پس این هست تفصیل در موضوع که برمیگرده به اصل شرکت ها، که شرکت ها یا اداره ای که اداره و مؤسسه ای که کار میکنه و نوعیتی کاری او، آیا کار در او درست هست یا نه. اگر درست بود و درآمد از طریق او حلال به شمار می آمد، درست هست و حج از طریق از او شرعاً اشکال ندارد، اما در صورتی که مؤسسه یا جهتی بوده باشد که در کار در او برخلاف اسلام و جزی از خدمت به کفار بوده باشد که ضررش به اسلام و مسلمان ها برسه، به ضرر و اسلام و مسلمان ها برسه، در این صورت باز حکم جداگانه خدا داره که وقتی که کار در اون نادرست بود متعاقبا و در پی او چیزی که از او از مدرکی او به دست میاره عین حکمه به خود داره. اما بخش دومی سوال بود کلاهبرداری. بله. این ای هست موضوعی است که در قرآن کریم در سوره آل عمران از کی حکایت شده؟ از یهود، که می گفتن که و من اهل الكتاب من انت امنه بدینار یؤدیه الیک. از اهل کتاب کسانی هستن که یک دینار هم به او امانت بدهی برای تو ادا میکنن. و از جمله آنها کسانی هستن که یک قنطار برشان بدهی هیچ چیزی برات ادانا میکنه. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، چون اونها گفتن که
درباره بالای ما در استفاده سو و استفاده نامشروع از ناخوان ها عرب ها از غیر مسلمان ها غیر یهودی ها منظور غیر یهودی ها یعنی حکم جداگانه است برای اونها هر کارو بکنن یعنی اونها برای خود یک تجویز ساختن بله. تجویز عقلانی چیزی که قرآن بله. اون رو توبیخ اما در قرآن کریم اخلاقی که به مسلمان ها داده شده و اخلاقی که قبل از قرآن کریم در تورات و انجیل و کتاب های آسمانی دیگر بود این اخلاقی مشترک هست که تعاملی نیک و امانتداری در مجموعی تعامل ها حتی با غیر مسلمان ها و غیر اهل اسلام و غیر اهل کتاب جزی از واجبه ها و فریضه هایی است که باید ادا شود و در وعی یکی از جمله وسائل دعوت غیر مسلمان ها به اسلام است به جای از اینکه با فلسفه غلط استفاده نامشروع است غیر مسلمان ها برابر است یا مؤسسه خدماتی هست یا که دیگره در نه در حالی که با او در جنگ هست و جزی از دشمنی حربی و محارب است که حکم جداگانه خدا داره او از این دسته مسلمان ها میگیره و مسلمان ها قینمان غنیمت از او به دست میارن بله. اما اینجا قضیه تعامل تجاری تعامل ادای امانت و اخلاقیات اسلام است که در اینجا باید اخلاقیات اسلام و مسلمان در برابر کفار و در برابر تمام افراد بشر تبارز بکنه و خدا پنمایش بگذاره نه اینکه ما برای کفار یعنی یکی از بدترین اخلاقها و تصورات درباره اسلام و اهل اسلام با تعاملات نادرست خود بدیم که وقتی که ما در مؤسسه یا در اداره تابع او کار میکنیم همه چیز حلال باشه از اونا که چون اهل بله کتاب پس بگیم که چون غیر مسلمان هست همه چیز حلال است که حتی این قضیه غلط فهمی که اصل قاعده ایش قسمی که در قرآن کریم بیان کرده یهودی ها گذاشته بودن در میان بعضی مسلمان ها به حد رشد کرده که اگر مخالفی فکری خود از میان مسلمان ها هم که بوده باشد عین قاعده را بالای او تطبیق چون منحرف است حرمت نداره پس حرمتی که نداره ما باید به هر وسیله ای که هست چیزی از این به دست بیارم حالا که کلاه برداری نه در برابر مسلمان درست است و نه در برابر غیر مسلمان بله در جریان به عنوان مال غنیمت در جریان درگیری و که اون حکم جداگانه همونطور که فهمیدید مقابله با کفار و دشمنان اسلام چیزی به دست میاره حکم جداگانه است که با مردی به دست میاره و با مردی به این مسلمان ها توضیح میکنه بله جزاکم الله خیر شیخ بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که اگر برای کسی کار کنی و پولت را نده و بهت زور بگه بعد بروی و چیزی به اندازه حقت از مالش برداری آیا این کار دزدی حساب میشه و حلال است یا حرام که از صاحب کارت چون که بهت ظلم میکنه و پول نمیده یه قسمتی از مالش برداری خود در اصل میتونه که به جهاتی که باید حق او را با او بگیره که جهات قضایی و جهات اداری که هست با اونها شاک معترض و شاکی شود و اونها در بدادرسی از او یا به نفع او فیصله بکنند بله. اما ای که اینه به نحو به دست بیاره و بتونه که تنها آنچه حق خودش است بدون تعدی و تجاوز بوده باشد یعنی اینجا مسئله است که برمیگرده به امانتداری خود فرد در این قضیه و یکی جانب دیگر یعنی از جهت دیگر به مشکلی بزرگتر برای از او نه انجامه یعنی مثلا ما این را به حساب چیز مثلا قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از زنان صحابه کرام گفتن شوهری من نفقه لازمه مرا نمیده
آیا من از مالش بدون اجازه از او بگیرم یا نه؟ یعنی گفت به اندازه لازمه خود بگیر نه افزود. یعنی اینجا چیزی بود که برای از حق مسلم او بود برای از او نمیداد، اما برای در گرفتن اجازه به حدی شد که حق مسلم او هست. اما در صورتی که مثلا این موضوع به مشکلات بیشتر اجتماعی و به نظمه های اجتماعی کلی می انجامه، یا یکی به مشکلاتی بزرگتر برای خود این شخص سرقت به شمار می رود و به دیگر جاها کشانده می شود، بهتر است مجراهای و بلکه در اون صورت لازم هست که مجراهای قانونی را طی بکنه به جای برگزیدن راهی که حرام است. جزاکم الله خیر. یعنی به حساب کسی داره در حق تو بدی میکنه، اون یک کار ظلم و یک گناه مرتکب میشه دیگه، باعث نمیشه که خودت هم یک گناه دیگه مرتکب بشی و گناه گناه رو توجیه نمیکنه دیگه، که چون اون داره ظلم میکنه تو هم ظلم کنی. بیننده بعدی سوال داشتن که برای فاتحه نماز، یعنی برای شروع نماز چه سوره بخونم؟ یک بار سوره فاتحه بخونم کافی است یا چیز دیگه هم میشود بخونم؟ برای آغاز نماز بعد از تکبیر تحریمه دعاهای مخصوصی هست که مستحب است، مستحب و سنت است که او دعاها خوانده شوند، قسمی که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك ولا اله غيرك هست، یا دعای دیگری اللهم ان اللهم طهر اللهم باعد بيني وبين اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، تاب آخر شاسيك اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض دعي طولانيك علي رضي الله تعالى عنه وسبحان بير أكرم صلى الله عليه وسلم حكاية ميكران فدعاه متعدد در اي از پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم آمده که به نام دعاه استفتاح نامیده می شوند و در مجموع ای دعاها خواندنشان مستحب است، نه حتمی و لازمه که از کسی مان نمازش فاسد شود، چنین نیست، بلکه از کسی ماند یعنی بدون اختلاف کلی در مذاهب اهل اسلام نماز او خلل در اصل نماز او ایجاد نمی شود. اما موضوع سوره فاتحه، بعد خواندن سوره فاتحه بعد از او یا می شود که بدون او برای صحت نماز و ادای فرض قرائت کافی هست. یعنی کسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا به آخر که ولا الضالین هست میخوانه یک بار در رکعت فرض قرائت، فرض قرائت نماز که یعنی باید بدون او نماز نمیشود ادا میشود. افزودن یک سوره دیگری در پهلوی سوره فاتحه، در پهلوی الحمدلله رب العالمین، این از جمله مستحبات و سنت های نماز است، نه اینکه از جمله واجبات و چیزهای حتمی. سوره فاتحه کفایت میکند و اگر سوره دیگری افزود ثوابش بیشتر است. اما اینجا نکته دیگری هم هست که تکراری که گفتن، در تکرار هم میتوند که یک سوره را یا یک آیت را چند باره، مخصوصا در نمازهای نفلی که میخونه چند باره تکرار کنه، بلکه بارهای زیاده تا با اون که میخواهد تکرار کنه. و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در باره آیتهای در صحابه کرام و ائمه روایتی متعددی آمده که یعنی یک آیت حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شبه چندین بار تکرار میکنه یک آیه را، با یک آیت شب بسته شب نماز شب شانه خواندن، مکررن تکرار میکردن. و همچنان آمده که صورت های بزرگی هم میخواندن. پس تکرار هم در نماز اشکال نداره، نماز اشکال نداره، نماز فاسد نمیکنه. بله، جزاکم الله خیر. خواهری از ماهشهر پرسیدن که من با شوهرم قهر هستم، آیا نماز روزه من قبول است؟
موضوع قهر بودن با شوهر چیزی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که تا برازی ساختن او ملائکه با او لعنت می‌فرسته و از بلند رفتن یا که پذیرفته شدن طاعت و عبادت او تا به راضی ساختن شوهر متوقف می‌باشه. همچنان این نه تنها راجع به قضیه بین شوهر است، بلکه بین هر دو مسلمانه که با هم ناراض هستن وقتی که اعمال نامه بالا نزد الله تبارک تعالی برده می شود، بالا که بلند کرده می شود، در اونجا افرادی که با هم ناراضی هستن و با هم بغض و حسد دارن و یک دیگر را گذاشتن تا به اینکه دوباره جور آمدی اونها، یعنی پذیرش و بالا رفتی اعمالی از اونها متوقف است. بله. یعنی اصلی فرض ادا می شود، اما اینکه این اعمال و این عملی تو به درگاه الله تبارک تعالی اعتباری اصلی و اساسی خود بگیره و ملائکه اعلی برود الیه یصعد الکلم الطیب که در قرآن کریم آمده، کلم طیب به طرف الله تبارک تعالی بلند می رود. بله. یعنی اعمال نیک و کردار نیک، طاعات و عبادات همه به الله تبارک تعالی طرف آسمان ها برده می شوند. امی فضیلت و امی چیزی که هست اینجا توقف پیدا میکنند تا به اینکه در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله تبارک تعالی برای ملائکه ها میگه که این دو بنده ایمه که با هم ناراض هستند و با یک دیگر کلامو صحبت و کلام و همزیستی با هم قهر ندارن، با هم قهر هستن، اینها را تابعی که با هم آشتی میشوند عمل نامهشونه بالا نیارید. باشه، یعنی این راجع به تمام میگرد، اما وقتی که بین زن و شوهر بوده باشد و ای که و از حقوق اضافی شوهر بودن بالای همسر هست، اینجا ای یعنی جایگاهی از این و یعنی شدت و سختی از این چند برابر و بیشتر می شود. لذا در اینجا هم تا با وقتی که او را یعنی دوباره به حالت رضایت و حالت طبیعی لازم برای زندگی اجتماعی زن و شوهرشان هست بر نمی گردن، هم دعای نفرین ملائکه بالای از او هست و هم متوقف بودن پذیرش اعمالش و رفت اعمالش به نزد الله تبارک و تعالی در جمله سایری مسلمان ها. بله، در صورتی که شوهر مشکلی دینی داشته باشه و در اونجا قهری از اونها به اساسی غضب فی الله بوده باشد، یعنی مخالفت شرعی انجام داد با او قهر شد، تا به اینکه از ای جلوگیری نکنی ما دوباره با تو آشتی و جور آمده ندارم. اینجا هست چیزی که همسر در او معذور می بوده باشد، مثلا شوهر به نمازی میکنه، اینجا لازم هست که با او یعنی قسمی که حکم شریعت هست با او سخت باشه و یعنی سستی که در نماز دارد با در این یعنی موقفی لازم خوده داشته باشد، یا که خیانت درباره کسی یا در تعاملات خود ناروایی و نادرستی دارد، در او صورت میتونه که با او یعنی به اساس تقاضای اخلاقیات دعوتی و به طور اینکه باید که او خود اصلاح بکنه تا اینکه دوباره یعنی توافق ما باشه، شکل تأدیبی در این صورت می شود که بالای از گناه نبوده باشه، چون اینکه برای حق الله تبارک تعالی است، اما برای به طور عموم بدون موجب یا اینکه با اساس چیزهای ناچیزی که در زندگی طبیعی از اونها انجام می دهد و هیچ بشری از او خالی نیست، در این صورت جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد
دوباره یک از آدابهای نماز پرسیدن که سوالشون این است که آیا قنوت نماز صبح درست است یا نه؟ بفرما. قنوت نماز صبح است و حتی در دیگر نمازها هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیحین، سنن ابو داود، سنن نسائی و غیر کتاب های حدیث با سندهای صحیح ثابت است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اما آنچه مورد اشکال هست در مسئله موضوع همیشگی به قنوت صبح است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ای نیامده و یکی از صحابه کرام هم یعنی همیشه پابندی همیشگی به قنوت نماز جزی از بدعت ها شمار کردن و او یعنی تأویل حکم او صحابی رضی الله تعالی عنه ای هست که مطلبی او اصل قنوت نیست، چون اصل قنوت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت هست، بلکه مرادشان غالبا دوام و همیشگی به آن چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها در حالات ضرورت و در حالات خاصی انجام داد و حالاتی بود که مسلمان ها در مشکل گرفتار می بودند و آفت بالای مسلمان ها می آمد و در نماز صبح بیشتر خواندند و در دیگر نمازها هم خواندند. در نماز صبح بیشتر بود که مثلا یک ماه مسلسل در نماز صبح بعد از حادثه بیر معونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز صبح قنوت نازله خواندند و همچنان در اول هجرت برای صحابه کرام که در اونجا در حبس مشرکین قریش مانده بودن برای از اونها دعا میکردن و در قنوت نازله. اما این تنها در نماز صبح نبوده بلکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر نمازها هم ثابت هست و منحصر به حالاتی که نوازل گفته می شود، یعنی مصیبت ها و آفت ها و حالات تاریکی به امت اسلام رخ می دهد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی خواهر سعید از ایران سوالشون این است که تدریس و تعلیم قرآن در حالت عذر شرعی یعنی حیض به چه صورت است، چه حکمی دارد؟ در حالت حیض در عموم بدون مصحف، یعنی بدون اینکه مصحف برداره، بله، بنابر راجح برای زنهایی که در حال حیض هستن برشان درست هست که تلاوت کنن از یا مقاطع آیات را یا چیزهای خود از یاد گردان بکنن به حسابی تا اینکه آنچه که یاد دارن از یادشان نرود. اما گرفتن مصحف یعنی قرآن کریم، مصحف قرآن کریم در این چیزی است که در علما به اساس حدیث آیت لا یمسه الا المطهرون و احادیثی که در پیرامون تفسیری از او آمده میگوین که یعنی مصحف و قرآن کریم بدون وضو بدون حالت پاکی گرفته نشود. بله. اما در حالت جنوب بودن یعنی طور جدی خواندن و خواندن از حفظ و حتی خواندنش هم من است. بله، در حالت جنوب. بله، عراوز لمس خواندن هم من. خواندن از یاد هم من است، چون باید که و در این هم یکی از حکمتایش است که جنوب، حالت جنوب بودن حالتی است که نباید بالای انسان مدت طولانی ادامه پیدا بکنه. بله. پس تو علاقه من به خواندن قرآن کریم هستی و باید باشی، هر چی زودتر غسل کنی و جنابت از خود دور بکنی. اما حیض حالتی هست که ماهواری حالتی هست که در اختیار فرد نیست تا به اینکه خود به خود رفع نشود امکان نداره و همچنان مدت طولانی برای او هست که در بعضی زنها تا به 10 روز دوام پیدا میکنه. لذا در این یک نوع سهولت دیده شده. جزاکم الله خیر.
از اتاق فرمان هم میخوایم که شماره تماس بیندگان را زیرنویس بکنن که از الان تماس برقرار میشه. جناب استاد، بیننده بعدی آقا جاوید از شهر سلماس آذربایجان سوال کردن که ما مجسمه درست میکنیم، آیا حلال است یا حرام؟ تمثال و مجسمه درست کردن در اسلام نادرست است، بلکه مگر اینکه از چیز مربوط چیزهایی بوده باشد که غیر ذوات الارواح بوده باشند، نه چیزهای جاندار نبوده باشد، اشکالی ندارد. اما در چیزهای جاندار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید به طور نکوهش و مجازات در روز قیامت الله تبارک و تعالی اونها را مکلف میسازد که در اون چیز روح بدمن و امکان برایشان نیست. یکی از جمله و در حدیث هم که آمده این اشد الناس عذابا یوم قیامت ال مصورون، کسایی که یعنی تصویر کشی میکنن و مجسمه میسازن، اونها از افرادی هستن که سختترین عذاب در روز قیامت دارن. البته این مربوط است به مجسمه های و تصویر های چیزهای صاحب روح، ما در غیر از اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه دادن و اشکال ندارد. همچنان که در بازی های اطفال هم، بازیچه های اطفال هم چیزهایی که باشه در اصل او اشکاله نیست و این جزی از چیزهایی است که در شریعت اسلامی با او در او رخصت داده شده. بله، جزاکم الله خیر. خواهری از کردستان سوال کردن، کردستان ایران سوال کردن که میخواستم درباره نقاب برای ما توضیح دهید. آخه در مذهب شافعی نقاب واجبه و در منطقه ما هیچ کس نمیزند و بیشتر جلب توجه میشیم که اگر بزنیم. بفهم. الحمدلله و صلوات و سلام علیه. در اصل در موضوع نقاب چیزی است که یکی از یا حجاب و پوشاندن مواطن جاهای شهوت برانگیز در انسان چیزی است که به اساس آیات های قرآن کریم همه زنان مسلمان با او مکلف هستند. و کوتاهی محیط جامعه باعث این نمی‌شود که انسان از ادای مسئولیت و ادای آنچه بر او فرض هست خودداری بکنه. مثلا بعضی ها حتی این بهانه در افرادی هست که بیشتر در خانم ها هست و حتی در مرد ها هم هست، در محیطی هستن که هیچ کس نماز نمیخونه، میگه اگر ما نماز بخونیم واقعا این سوال جلب... پیش میاد دیگه، این خیلی سوال رو میکنن، جلب توجه میشه و یا اینکه نماز بخونیم یک چیز مسخره مون میکنن یا شکل مسخره یا دیگرگون معلوم میشه. این چیزی که فرض هست بالای تو باید ادا بکنی و باید دیگرها را هم به این دعوت کنی و باید تو فرهنگ سازی کنی برای این وجیبه اسلامی و این امری که لازمین بالای همگی ما و شما هست، نه ای که به خاطر ای که دیگرانی که انجام نمیدهند ما هم ترک کنیم. پس اینجا جزی از شکست روانی یا که نفسیاتی به شما رو میرود که در عموم بسیاری ها با یعنی به اساس ضعف ایمان گرفتاری او هستن و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که ما و عمومی مسلمان ها را از این شکست روانی و ضعف ایمانی که باعث واگذاری اساسات احکام شرعی هست حفظ بکنه. بله، جزاکم الله خیر. بینندگانی که تماس میگیرن ازشون خواهش میکنم که صدای تلویزیون را ببندن و فقط از طریق تلفن صدای ما را بشنون و با ما صحبت بکنن. بیننده اول جناب آقا ناصر از لرستان، سلام علیکم بفرمایین. الو، سلام علیکم بفرمایین. عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. من یه صحبتی داشتم، یه درزنی داشتم. من یه مغازه تماشای فروشی دارم. بله بله. و وضعیت مالی خیلی خوبی هم ندارم. یعنی وضعیت مالی متوسط رو به پایین. بله.
خود مثلا کارایی هم که میکنم کارای خونگی هست، فرشی های چیزای خونگی درست میکنم. اومدم به شبکه شما، حالا شبکه جهانیه، خیلی بیننده داره، خیلی دارن شبکه شما رو نگاه میکنن. سوال فقهی دارین شما الان دیگه؟ شبکه شما شبکه جهانیه دیگه، درسته؟ بله. شما الان دارین تماشا میکنین. خواستم اگه میشه، خواستم اگه میشه به مردم اونا که صدا منو میشنون، من مغازه‌ام در میدان امام خود لرستان گفتم. فکر کنم ایشون دارن تبلیغات برای مغازه‌شون میکنن، اگه میشه بیننده بعدی رو بگیرم. آقای یوسف از شیراز، سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرمایید، در خدمت شما هستم. سلامت باشین، بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. ببخشید استاد، من اعتراضی داشتم، خواستم بگم که این استادمون که داره الان صحبت میکنه خیلی معذرت میخوام. بخشین، اگر سوال فقهی دارین بفرمایید. اگر انتقادی هست با روابط عمومی کانال ان شاء الله بعداً تماس بگیرین. تشکر هم میکنیم از شما. خواهرمان مریم از ایران، سلام علیکم بفرمایین. احمدی از ایران، سلام علیکم بفرمایین. سلام علیکم بفرمایین، صدای شما داره پخش میشه. سلام، وقتتون بخیر. سلامت بفرمایین. علی سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. وقتتون بخیر. سلامت باشین. بفرمایید، منتظر سوال شما هستیم. ظاهرا تماسشون هم قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. جناب استاد، تا تماس بینندگان وصل بشه، خب به سوال اسمس ها بپردازیم. بیننده پرسیدن که آیا رفتن به خانقاه جایز است؟ بفرمایید. در عموم در قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عبادتگاهی که برای مسلمان ها انتخاب شده مسجد هست و خانه ها، خانه های مسلمان ها همگی جای عبادت هست. و خانقاه بعد از اینکه تصور گوشنشینی همانند تصور روحانیت که در نصارا با وجود آمده بود نشأت کرد، موضوع خانقاه پیش آمد و با وقوع پیوست. و در زمانهای خانقاه به عنوان جای ذکر و عبادت استفاده می شد. اما متاسفانه در حالات فعلی اکثرا برای رقص و چیزهای خلاف شرع، بنام شرع، حرکت ها و تصرفات غیر شرعی و غیر ثابت در شریعت اسلامی و آن هم به نام شرع استفاده می شود. مثلا ذکری هست به شکلی رقص و با خواندن های مختلف که هر طریقه یا هر خانقاه روش و ویژگی های خاص خود داره در او، و هیچ یکی از اونها مطابق با، یعنی با آنچه در شریعت اسلامی جواز داره نیست، بلکه احیانا در بعضی از حالات او توهین در جریان ذکر و ادای او حلقه ذکری که هست توهین به ذات اقدس الهی صورت میگیره و وضعیت می شود که تقریبا همه بیننده هایی که غیر مسلمان هم بوده باشن من حیث ناظر عام همگی از اونها ایره یکی از جمله چیزهای باعث نفرت اونها از اسلام و از انتساب به اسلام به شمار میارن و جزی از خلل هایی که در جامعه بشری و جامعه اسلامی وارد شده جزی از اونها حساب میکنن و احیانا نمیدانن که
این خلل هست نه اصل دین، لذا گرفتاری او غلط فهمی شده و خود یعنی باعث منع از اونها از ورود به اسلام، به اسلام صحیح و به متابعت قرآن و سنت می شود. و اینکه در خانقاه ها چه چیزها صورت می گیرد، هر یک آنچه که صورت می گیرد مطابق با خصوصیت هایش جداگانه لازم به بحث است که این چی که صورت می گیرد درست هست یا نه، این نحوه ذکر چیزی اساسی در شریعت دارد یا نه، با اون چیزهای دیگری. و بالاخره یعنی در بعضی جاها خانقاه ها باعثی شد که افرادی که در اونجا می باشند هیچ به مسجد رو نیاورند، و احیانا در بعضی خانقاه ها که اصلا برای ذکر و عبادت بیشتر ساخته شده بود در اول ابتدای از اینها، قسمی که الله تبارک و رحبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، رحبانیت است که اونها خود ساختن بر آنها فرض گردانده نشده بود. این هم خانقاه هم چیزی بود که برگرفته از دیگرها ساخته شده برای ادای عبادت و ریاضت پارسایی بیشتر، اما برعکس تبدیل شد به جایی که در اونجا از نماز و از طاعات و عبادت کاملا کناره می روند و این چیزی از خلاله هایی است که در بدعت ها هم داره صورت می گیره. بدعت ها حتی احیانا در بعضی در شماری از خانقاه ها شرکیات و حتی دیدگاه های خلافی شرع، و هر خانقاه آنچه در او صورت می گیره تابع طریقه است که به او منصوب هست. مثلا طریقه هست که قائل به عقیده وحدت الوجود هست، به اساس امو دیدگاه اعمال غیر اسلامی و کفری انجام میده. طریقه هست که یعنی خانقاه هست که مربوط به گروهی هست که به وحدت حلول اعتقاد دارن، مطابق به امو عقیدش از کار و نعتها و چیزهای کفری و شرکی دارد که اونجا انجام میدهد، و شاید خانقاه چیزهایی بوده باشد که به این عقاید نباشند، اما بعضی خلل ها و اشتباهات غلط فهمی های در طریقه ذکر و در فهم احکام شرعی داشته باشند، به امو اساس مخالفت انجام میدهند. و هر یعنی گفتیم تمام خانقاه ها من حیث عموم یک حکم نمیگیرند، هر خانقاه مطابق آنچه که به او معتقد هست و طریقه که پابندی او هست و اعمالی که در او صورت میگیره به امو حساب درجه بندی در منفی بودن و غلط بودن خود دارد و به امو اساس حکم شرع راجع به اونها تعلق میگیره. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دلم را ابرهای
دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم عقلم رو باید، مرا فکر تو مجنون می نماید، تو هستی مهربان تر از گلی هست، نسیمی جان فضا در اوج احساس، نشانی از گلی شانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صدها لال داری، بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ بسته، سبزی بهاران احترامی، بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لال دون است، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای قناری گشت خسته، در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی، هزاران جان ما قربان دل دوست، فدای دین جاویدان دل دوست، هزاران جان ما قربان دل دوست، فدای دین جاویدان دل رسول الله، توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاک، بیاران شهید سینه چاک، درود قدسیان بر روح پاک، بیاران شهید سینه چاک، درود قدسیان بر روح پاک، بیاران شهید سینه چاک. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که سر من زخمی شده و بخیه خورده،
نمیتونم سرم رو بشورم، آیا میتونم این چند روز رو نماز بخونم؟ بفرمایید. بله، نه تنها میتونم بلکه فرض است که باید نماز خدا بخونم. بله، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که کس ایستاده نماز خوانده توانست باید ایستاده بخواند، اگر نتوانست نشسته، اگر نشسته هم نتوانست به افتیده و به اشاره. به هر حال از باید نماز خدا بخوانه. اصلا مشکلی برادر ما شاید در وضو و طریقه وضو گرفتن یا غسل جنابت بوده باشد. اینجا این حادثه یا شبه بایی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم صورت گرفته بود که در جریان یکی از سفرها یکی از صحابه کرام رضوان الله علیه رضی الله عنه که زخمی شده بود، بله، از ناحیه سر در سر زخم برداشته بود، جنوب شد در عرضی راه، چند دوستان و یاران که همراه خود داشت از اونها پرسید، گفتن که بالای جنوب غسل هست و باید که غسل کنید، باید که بشوی خدا به طور کامل. اینجا این شخص غسل کرد و در اثر او یعنی جراحتی و آسیب برداشت و جان باخت. وقتی که این قضیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسانده شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که یعنی شستن سر برای بالای او لازم نبود. هلا سألتم ادعیت، وقتی که ندانستید چرا سوال نکردید؟ میپرسیدید از کسی که میدانست و کافی بود که در او تیمم بکنه که بالای یعنی در این طهارت لازم است بالای بسته ای که بالای زخم او قرار داره بالای از او مسح بکشه و اگر هیچ امکان نداشت با جای او تیمم میکنه و دیگر جایش که امکان هست که بشویه و برش ساده هست شستن او را میشوید. اما به هر حال حتی در غسل جنابت هم و در وضو در هر حال انسان مکلف به حدی هست که توانش بوده باشد. مثلا اگر توان بود که تمام اعضای خود بشویه باید که تمامش بشویه. اما اگر بعضی اعضای او توان ششتنش و امکان ششتنش نبود یا از لحاظ صحی یا که از لحاظ نبود عضو یا مشکلی دیگر عدم توانمندی، در اون صورت ای یعنی فرض شستن او از او شخص ساقط می شود. بله. همچنان که مثلا انسان بالای انسان لازم هست که استاده نماز بخونه، نماز فرض باید استاده بوده باشد. اما کسی که توانمندی استاده شدن نداشت نشسته بخونه. نشسته می خونه. حتی کسی که توانمندی قرائت در نماز فرض است. بله. کسی که توانمندی هیچ قرائتی نداشت با بعضی از کار و حتی یک آیت هم که یاد داشت با او نماز بخونه کفایت میکنه. بله. در صورتی که هیچ توانمندی نداشت. اما در صورتی که توانمندی داشت باید کم از کم سوره فاتحه را بخواند و باید که ایستاده نماز خدا بخواند. یعنی هر وقت که توان از انسان زایل شد فرضی مربوط به او از انسان ساقط می شود و شستن اعضا هم عینی موضوع عینی قضیه هست و شبیه به. اما یک مسئله دیگری که مرتبط به ای یا که نزدیک به ای هست که لازم به او یادآور شیم، مثلا بعضی ها در اثر جنابت در منطقه سرد، منطقه سرد هست و از طرف شب جنوب می شود، توانی یعنی ترس دارد که اگر اونجا غسل کند به مرض سخته گرفتار شود و وضعیت صحی او خراب شود، بنا نماز نمیخونه. اصلا اینجا وقتی که خطر بیماری شدید بالای او بوده باشد، خطر واقعی، نه که وهمی و خیالی، بله، خطر واقعی گرفتاری به بیماری شدید با او بوده بالای او بوده باشد، در اینجا فرض غسل ساقط میشود و تیمم برای او کفایت میکند و از باقی یعنی برای نماز خود وضو میگیرد. این ای چیز است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در قرآن کریم قاعده کلی
بیان کرده الله تبارک و تعالی که برای هر نفس مکلفیت به اندازه توانش هست، از توانش که بالا شد دایره از مکلفیت ساقط میشه. بله جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده که از زاهدان هستن، سوالشون این است که امام مسجد ما وقتی میره جای دیگه شخصی دیگه به جاش نماز میده، ولی در سوره ها اشتباه زیادی دارد، حالا حکم نماز خواندن پشت سر چنین شخصی به چه صورت است؟ فهمان عموما در صورتی که اونجا نفر بوده باشد که قرائت درست داره و درست ادای با ادای درست قرآن کریم میخواند، شخصی که قرائت او غلط هست پیش کردن او به امامت و امام شدن او نادرست است، بلکه او انسان بالایش فرض هست که قرائت خود را تصحیح بکنه. بله. و ادای خود را درست بکنه، چون حتی او در نماز فردی خود هم گناهگار می شود. در صورتی که امکان نبود، یعنی از توانش کاملا بیرون بود، تمام تلاش های نهایی خود را کرد و نرسید حرفی از او بسیار لکنت زبان ما لکنت زبان داشت یا که حرفش خودش انجام داد ولی نتونست واقعا. بله در اون صورت او معذور به شمار می رود. بله. اما در غیر او شخص در نمازهای فردی خود هم گناهکار هست و از جمله کسانی می باشد که میگه رب قارئ للقران والقران یلعنه، بسا قرآن خانی هست که قرآن کریم اونها را لعنت میکنه، چون قرآن کریم یا که درست نمیخونه یا که میخونه و با او عمله نداره، هر دو این گروه ها شامل میشه. و اما مسئله دیگر، مسئله که درستی نماز پشتی سر کسی که در قرائتش اشتباهی دارد، اما اشتباه مثلا سوره فاتحه را درست میخونه، آن چی فرض نماز به او ادا میشود او را درست میخونه، در اینجا نماز پشتی سر از او میشود، مگر اینکه خلل در قرائت خود ایجاد کند که باعث فساد نماز باشه. مثلا چیزی را تبدیل کنه از رحمت به غضب و از غضب به رحمت، آنچه که کاملا منافی نماز بوده باشد، اونجا مسئله جداگانه خدا داره. و نه سوره فاتحه را درست میخوانده باشد و طوری مجزی و حتی ای که ضاد حرف ضاد ادای او نزدیک به حرف ضا بوده باشه هم آنقدر زیاد مشکلی ندارد در صورت عدم توانی یاد گرفتن، چون ادای حرف چیزی سخت هست. در غیر او یعنی وقتی که این چیزا نماز پیش سر او در اصل چیز درست می شود، اما ای که سوره فاتحه را هم طوری درست نمی خوانده باشه و شکلی بخونه که نماز فاسد می شود، از او معنای آیه قرآن کریم تغییر پیدا میکنه، در این صورت پشت سر اون نماز درست نیست و باید که از ادای این گناه به نام اطاعت خودداری کنه. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری از سرپل ذهاب سوال کردن که عقد کردن زن و شوهر توسط روحانی که وابسته و حکومتی باشد در مذهب اهل سنت چه حکمی دارد؟ در اصل عقد نکاح عبارت است، یعنی آنچه که رکن هست در عقد نکاح ایجاب و قبولی طرفین هست. بله. ایجاب و قبولی طرفین در حضور جمعی بوده باشد و با رضایتی والدین هر دو جانب و با رضایتی ورثه اولیای زن. بله. این چیزهایی است که لازم هست، اما خواندن خطبه نکاح از جمله مستحبات عقد نکاح هست، نه از جمله لوازمات او ادا می شود. حتی اینکه مثلا افرادی که در حالت غیر مسلمان بودن عقد نکاح کردن با هم مسلمان می شوند، لازم نیست که دوباره باید تجدیدی نکاح کنند. نکاحی که در حالت غیر مسلمان با عقد صحیح کرده بودن همون کفایت میکند. اگر جانب مخالفت شرعی داشته باشد، او عقد شکلی بوده باشد که در شریعت درست نباشد، مثلا نکاح با
محارم بوده باشد یا که بدون اعتبار هیچ یک از اساسات و ارکان اسلام، ارکان عقد نکاح در اسلام، در اون صورت باز یا نکاح کاملا لغو می شود چون که از نکاح محارم و مواردی بود که نکاح درست نبود، یا یکی غلطی که داشت تصحیح می شود و نکاح مجدد می شود. در غیر از او حتی انسان اگر کافر هم که در جریان کفر هم عقد نکاحشان با شرایطی عقد نکاح زمانی صورت گرفته باشد، نکاحشان درست می شود و ضرورت به تجدید دیگری نیست. جزاکم الله خیر. آقا حمید از روسای کوشه سوال کردن که آیا با دست چپ غذا خوردن ایراد دارن؟ بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که با دست راست غذا بخورید، با دست راست بنوشید. بله. چون شیطان با دست چپ می‌خورد و با دست چپ می‌نوشد. پس آن با دست راست خوردن تا فرمان برداری از فرمان الله تبارک و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله است و با دست راست خوردن همگامی و رفاقت با شیطان. پس هر یکی از اونها را که انتخاب میکنه باز مربوط خودش میشه. جزاکم الله خیر. برادر عزیز آقای دهواری سوالشان این است که برادر، خانم هایم از من رو برمیگردانن، صله رحم را با آنها ادامه بدهم یا رفت آمد را قطع کنم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راجع به صله رحمی میفرماید که صله رحمی این نیست که انت واصل مو وصلک، کسی که با تو صله رحمی انجام داد با او صله رحمی و روابط قرابت و خیشداری را حفظ بکنه. بالاترین درجه صله رحمی دیگه. بله، این چیزی است که در بدل او احسان گفته می شود و مکافات احسان است. بله، اصل صله رحمی ای است که ان تواصل من قطعک، این که صله رحمی و پاسداری حقوقی قرابت داری و خیشی را با کسی بکنی که با تو قطع صله رحمی میکنه، با تو روابط ناخوب این حالت بیننده عزیز که بله برقرار میکنه. و عین این حالت بیننده ما در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده پرسید راجع به یکی از بچه عمک هایش که پسری عموی داشت، پسری عمویش با او روابطی، با آن که با او خوبی میکرد روابطی خوب با او برقرار نمیکرد بلکه در متقابلا او عمل کرده ناخوب و بد، از انعکاس بدی از خود نشان میداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جوابشان این مطلب را فرمودند که ای که در برابر کسی، در برابر احسانی خیش و خیشاوند تو با اون نیکی کنی، اینجا مکافات احسان و بدل احسان ادا کرده، اما صله رحمی ای هست که با آن که با تو روابط خوب هم ندارد، روابط خوبی را با او و نیکی و اخلاق خوب با او حفظ میکنه. این چیزی که ترغیب هم شده به این بله کاری. آنچه که ثوابی اساسی دارد در اینجا ای هست. نه. ورنه انسان یک دشمن هم که با اون نیکی کرد در برابر او یک نوع نیکی با اون میکنه، نه. با اون که دوستش هم نداره و یک بیگانه هم که با اون نیکی میکنه در بدل او با صمیمیت با اون نیکی میکنه. این چیزی است که نیکی او را وادار ساخته که باید نیکی بکنه. آنچه مکلفیت هست که عبارت از صله رحمی هست و جزی از فرایض است که در آوات ذوالقربی و در آیت های وصل الارحام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از اولین تعلیماتشان در مدینه در بعد از ورودشان در مدینه منوره بود و در آیت های متعدد آمده و قطع صله رحمی هم گناه بودن، گناه کبیره بودنش در آیت های متعدد آمده که قطع ارحامکم. پس این مربوط هست به حالات غیر عادی و حالاتی که جانب مقابل می شود این حقوق و این خدمات پاسداری بکنه و می شود که ناپاسداری کنه، رعایت نکنه و تعامل خوب نداشته باشد. این حالت است که
یعنی اصلی متابعت تو و پیروی تو از حکم شرعی معلوم می شود که آیا که به خاطری برابری با نفس تو، برابری با هوای نفس تو انجام می داد، یا اینکه حتما برای ادای حکم الهی در صله رحم تو کار انجام می دید. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که در ماه حج که الان هم نزدیک است، چه روزی سنت است که روزه بگیریم؟ ده روزی اول ماه حج، یعنی با ده روزی اول ماه حج از با فضیلت ترین روزه های سال هستند و روزه در اینها نسبت به مجموع روزه های سال، روزه های سال بعد از رمضان فضیلت و برتری دارد. از روز اول تا به روز نهم روز دهم عید هست و در عید روزه گرفتن ممنوع هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منع کرده در دو عید روزه گرفتن. و با فضیلت ترین این نه روز اول روزی عرفات، روز عرفه هست که روز نهم ذی‌الحجه هست. بعد از او ایام بیز هست، روز 13 و 14 و 15 و هر دوشنبه و پنجشنبه قسمی سایری ماه ها، مگر اینکه شخص در جریان حج بوده باشد، در جریان حج بوده باشد و قربانی هم حج تمتع باشد، قربانی خود نتونه ادا کرده باشد، نه قربانی کرده باشد، توان قربانی داشته و قربانی خود ادا کرده، در اون صورت در ایام روزی عید و روزه های تشریق که یعنی روزه های رمی جمرات، انداختن سنگچه های جمرات هست، بله، 11، 12 و 13 برای کسایی که اونجا میمانن، یعنی این روز هم روزه های تشریق هست و در این روز هم روزه گرفتن برای اونها مکروه هست. بله. اما کسایی که بیرون از مراسم حج هستن، برای از اونها روز 13 هم با ما بعد روزه گرفتن جایز است، اشکالی ندارد، مثل سایر روزها ماه ها ثوابی خود داره. تنها روزی که ممنوع است برایشان روزی دهم است که عید باشد، روزی دهم است که عید است. اما همچنین روزه روزی عرفه، در عرفه، در عرفات یعنی در جریان حج، چیزی است که درباره او اختلاف است و بهتر است به خاطر حفظ انرژی و قوت حاجی و شخص برای ادای مناسکی که بعد از او هست، روز عرفه رو روزه نگیرد، مخصوصا که احادیث هم در معنی روزه گرفتن روز عرفه در عرفات آمده. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی پرسیدن که آیا رنگ کردن مو برای زنی که حجاب خود را رعایت میکند حرام است؟ آیا در نماز خواندن خلل ایجاد میکند؟ یعنی رنگ کردن مو در اصل رنگ کردن مو یعنی به غیر از رنگ سیاه خالص، به غیر از رنگ سیاه خالص برای مرد و برای زن به همگی جواز دارد، بلکه در حالاتی که مو کاملا سفید هست یا شکل نمایشش شکل است که گویا آنقدر نماد خوب ندارد، بهتر است که باید رنگ بکنه. و حتی در کسانی که در معرکه در تقابل با دشمنان اسلام و در معرکه های نبرد هستند، با انواع مختلفی نبرد ها برای از اونها یعنی بهتر هست که باید موی سفید خود و موی سفید خود را تغییر بدن. اما تنها اشکالی که وجود دارد در رنگ سیاه خالص است. اگر سیاه آلوده با دیگر رنگ بوده باشد که کتم گفته می شود و اشباهی او که بسیاری ها استفاده میکنند و بعضی ناآگاه ها او را نوعی از رنگ سیاه حساب میکنند، در او اشکال ندارد، تنها رنگی که بالای از او اشکال هست و من است رنگ کاملا سیاه است. و در صورتی که انجام میگیره یک نوع مخالفت با
به شمار میرد نزی علمایی که و او را نادرست میگویند و بعضی علما رنگ سیاه را هم جواز میتن، اما راجح به اساس مجموع احادیث این است که رنگ سیاه باید از استفاده رنگ سیاه خودداری شود، اما به اصل نماز اشکال وارد نمیکنه. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا یک میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قل إن خير الأنبياء محمد هو أجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد هو أجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلق لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت عزیزان. جناب دکتر، بیننده دیگر پرسیدن که آیا در میان اهل سنت سید وجود دارد و اگر هست نسبش به چه کسی میرسه؟ در اصل سادات اهل سنت بودن، علی رضی الله تعالی عنه، حسنین و علی زین العابدین، امام محمد باقر و جعفر صادق، تمامی از اینها بزرگان اهل سنت بودند و در میان اهل سنت و جزی از علمای برجسته زمانشان و از نسلی از اونها افرادی که به انحراف نرفتند در عموم اهل سنت هستند. بله. و از قدیم نامهایشان ثبت بود و به طور نمونه می شود که از حکمرانای قبل از دور حکومت آل سعود که در مکه مکرمه بودن، اشراف منصبشان به حسن رضی الله عنه می رسید و دیگران در یمن بود، در جاهای مختلف وجود دارد و انصابی اشرافی که از چندین تا از علمای قرن 3 و 4 در مجموع نسب اشراف و سادات را بیان کردند که بعضی از اونها جزی اهل سنت هست و بعضی از اونها یعنی از احیا، بلکه شاید تعداد کمتری از اونها انحراف کرده و دیدگاه 12 امامی یا که تشیع به خود گرفتند. و اما جای چیز این هست که افراد زیاد خارج از دایره سادات
به اساس تقدس و یک نوع احترامی که در اون جامعه برای از اونها تقدیم میشد تظاهر به سید بودن کردن. و در کتاب های انساب هم یعنی هر یک از اونها نه بیان شده که مثلا در فلان منطقه فلان مردم هست که خدا انتساب میکنن به آل بیت و به سید بودن و هیچ یک و اونها اصل ندارن و بلکه اون شخصی که خدا به اون نسبت میتن اصلا از اون فرزنده نمانده بود یا احیانا با اون نام شخصی در تاریخ سادات یعنی آل بیت نبوده. پس یک نام افتراضی است یا که انتسابی افتراضی است و این در مجموع کتاب های انساب و مخصوصا انساب اشراف که حتی بعضی منصوبین به مکتب تشیع نوشتن وجود داره. پس همه آن کسانی که خدا به سید بودن نسبت میدهند یا که لقب سید به خود اختیار کردن نه همشان سید و از اهل بیت هست بلکه تعداد مدعین دروغین هستند و نه همه آنها بیرون از اهل بیت هستند بلکه تعداد زیاده از اهل بیت و از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند و در مجموع اکثریت از آنها برمیگرده به نسل حسنین حسن رضی الله تعالی عنه و حسین رضی الله تعالی عنه از فرزندان علی و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما. بله جزاكم الله خیر. ایشون که سوال هم کردن که آیا در اهل سنت آیا سید وجود دارند، شاید از خیلی چیزا باخبر نباشن یا بالاخره معلومات نداشته باشن که حالا یا چطور بگیم، متاسفانه خود حتی علما و مشایخ شیعه ها به کسانی که از اهل سنت هستند بیشتر اعتقاد دارن. در خرافات اگر نیا بکنیم به کسانی در خود اهل سنت هستن بیشتر اعتقاد دارن، چون من چیزی که تو ذهنم هست قضیه یک قبر یا یک آرامگاهی است تو خود شهر بندرعباس به اسم آرامگاه سید مظفر، که این سید مظفر الان ایران اونو آباد کرده و تعمیر کرده یک آرامگاهی مثل مثلا مشهد و اینجا یعنی درست کرده. ولی این شخص سنیه، یعنی این شخص یک سید ساداتی است که اهل سنت و حتی انساب و نسبش و اقوامش اهل سنت هستن و یعنی شجره نامش هم دست خود اهل سنته، ولی کسانی که برای زیارت و بهش اعتقاد دارن بیشتر خود شیعه هستن، که نشون داده اینه که خود شیعه هم به سیدهایی که از اهل سنت هستن شاید بیشتر اعتقاد دارن و اونها رو بیشتر قبول دارن. حتی این جریانات حتی در افغانستان و دیگر جاها هم داره که مثلا سیدهایی که بودن خصوصا ضمن اهل سنت و علما یا مردمهای مورد ارادت در اهل سنت بودن و کسانی که در خدمت همیشه پایبند به خدمت گذاری از اونها بود چیزی از افرادی بود که به مکتب تشیع تعلق دارن، اگرچه بعضی از اونها در مراحل سابق و در زندگی از اونها اظهار مذهب نمی کرد که اونها شیعه بوده باشن، اما در بعدها بعد از گذشت اونها و تغییر یک نسل و دو نسل باز اظهار کردن که اینها در خدمت سیدهای سنی قرار داشتن و شب و روز با اونها خدمت گذاری میکردن، اینها عقیده و آیینشان مختلف با اون سیدها بوده و در یعنی گفتم در عموم اصل در سادات است که باید اهل سنت و پیروی قرآن و سنت بوده باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم یعنی اصل قرار دادن که باید اهل سنت و یعنی اهل بیت واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تابعیت قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت جدا نمیشوند. به این معنی است که هیچ یکی از افراد منصوب به اهل بیت جدا نشد بلکه افراد یافت شده که جدا شده و خود شیعیان هم یعنی افراد اندکی را اونها جزء اهل بیت میدانند برخلاف اهل سنت که افراد بیشمار را و اونها با بیرون بودن دیگر از دایره نه تنها دایره درست بلکه از دایره اهل بیت هم قائل هستند و افراد زیادی را
جزی از سران اهل بیت هستن، اونها از دایره اهل بیت بیرون میکنن. حتی مثلا تمام اولادای حسن رضی الله تعالی عنه نزد از اونها موردی حرمتی ندارن در اصل اساس. و بعد از اینکه میه در سلسله ائمه غیر از امام مورد حرمت خاصی که با اونها انتساب ادعایی دارن و دیگرهایش حتی با برادر امام حسن عسکری به طور نمونه جعفر کذاب میگن و او را یکی از جمله در واقع از اهل بیت برادر امام حسن عسکری بود. بله، امام 11 هم برادری از او بود و بسیاری از شیعه ها ارادتمند به او بودن در زمانش. بله، اما آنچی مذهب به عنوان مذهب تشیع رواج پیدا کرد و در بعدها انتشار پیدا کرد و خود را حفظ کرد در پیرامون چنگیزی ها و حکومت های بعد از اونها، مکتب 12 امامی بود که دیگر همگی مکاتب تشیع امامی در او نیست و نابود شدن. اصل حفظ که ای با بیشتر با دشمنان اسلام همگامی و همکاری داشت و از طریق از اونها حفظ، نه تنها حفظ بلکه جبران بالای مسلمان ها تحمیل شد. تحمیل شد، بله، واقعا جزاکم الله خیر از این توضیح مفصلی که دادین. بیننده بعدی پرسیدن که من قسم خوردم و بعد از چند وقت قسم رو شکستم، باید چه کار کنم که الله منو ببخشه؟ پس باید کفاره قسم خود بده. بله، که در سوره مائده الله تبارک و تعالی در سوره مائده آیه یعنی پاره اولی چیز است، اونجا الله تبارک و تعالی بیان میکنه موضوع کفاره قسم. الله تبارک و تعالی میگه فکفاره اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، کفاره او خوراک دادن 10 مسکین هست از در میانه ترین خوراکی که شما به خانواده خود میدهید. یعنی اون چی به خانواده خود میدهی کفاره بده برای مسکین، از او برای مسکین بده، نه یکی ردی ترین مال و ردی ترین جنس انتخاب بکنی برای کفاره. در او صورت کفاره تو ادا نشده چون تو با الله صادق نبودی. او کسوتهم یا لباسه از اونها را برایشان بده، یعنی برای 10 نفر 10 مسکین یا خوراک بده یا که برای هر یکی یک لباس برشان میده، او تحریر و رقبه یا که آزاد کردن یک برده باشه. بله، فمن لم یجد، پس کسی که اینها را نیافت، بله، یعنی توانمندی که یعنی اولاتر به همین کار است که اول این کار انجام بده، یا که لباس خریدن برای 10 مسکین، بله، یا غذا دادن برای از اونها که هر یکی از این شود ادا شود ساقط میشه، کفاره ادا میشود. وقتی که اینها را نداشت چی میگه؟ فصیام ثلاثه ایام، پس روزه گرفتنی 3 روز. 3 روز هست دالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره قسم های شماست وقتی که شما قسم یاد میکنید. یعنی در اینجا ای در یعنی روزه 3 روز روزه بعد از این است که انسان توان غذا دادن یا که لباس دادن دادن را نداشت، یا باز داد کردن، باز برایش جواز پیدا میکنه که در صورتی نداشت 3 روز روزه بگیره و کفاره قسم یا صورت میگیره. و همچنان کفاره نذر هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که کفاره النذر کفاره الیمین، کفاره نذر هم عین کفاره یمین است، کسی که نذر میکنه ولی از ادای او عاجز میمانه، پس کفاره قسم برای از او میدهد و دیگر از او ساقط میشود. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا از مهریه زکات ادا میشود؟ مهریه اگر به حد نصاب شرعی رسیده باشد زکات بالایش لازم هست، اما اگر از او پایان باشد زکات ندارد. بله، خیلی خلاصه و جوابش همینه دیگه. جواب همین است. باز فرق میکنه بر اساس جنسی که مهریه شامل
شامل مهریه هست، مثلا احیانا اگر طلا بوده باشه 85 گرام هست، نقره بوده باشه 62 پین یا 5 از پول نقدی بوده باشد، با یعنی نرخی هر یکی از اونها نرخ نقره را که 595 گرام نقره که تکمیل شد بالایش فرض می باشد که در هر وقت فرق میکنه، تا در هر ساله و در هر مرحله و بلکه در هر کشوری تفاوت میکنه، جای پایان است جای بلند هست. و اگر جنس بوده باشد باز مطابق نرخی که او داره و مقایسه میشه و با همین قیمت و ارزی طلا و یا نقره و بیشتر نقره حساب میشود، چون برای مسکین ها واردارتر و مناسب تر است. بله. چون در اون نصاب زودتر تکمیل میشه و میتونه که مسکین های بیشتر استفاده کنند. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از ارومیه سوال کردن که آیا رفتن به عروسی که در آن لهو و لعب باشد گناه دارد؟ به خصوص که اگر عروسی هم خب اقوام و نزدیکان باشد دیگه. بله، در اصل عروسی یک نوع فرحت و خوشی و یعنی وسعت و فراخی هست در شریعت اسلامی که نوع انواع بازی ها و بعضی خواندن های در دایره اخلاقیات اسلامی و عقاید اسلامی بوده باشد، بدون اینکه به فحشخانه و چیزهای دعوتگر به سوی فحش و فحاشی بوده باشد. یعنی بدون او خواندن های درست و معقول بوده باشد و بازی ها در او صورت بگیره، چیزی از یعنی مراسم عروسی هست. در این در اصل موضوع اشکالی ندارد، اما اشکال در این هست که خواندن های غیر شرعی بوده باشد، در او سازهای نادرست در از دیدگاه شریعت اسلامی بوده باشد و در او اعمال و حرکت های و بازی هایی که در اصلش نادرست است، انواع از قمار هست و بعضی صورت های دیگری که نامشروع هست صورت بگیره، در او صورت در او اشتراک نباید شود و خود داره شود. اما وقتی که عاری از این هاست، مجرد بازی ها و مجرد خواندنه هایی که در دایره اخلاقیات اسلام هست و بدون سازه های نامشروع، اشکال ندارد، بلکه یکی از امور مطلوبه در نکاح هست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی دوباره این پرسیدن که اگر مردی با یک زن شوهردار زنا کرده باشد ولی بعداً دو طرفشان از کارشان پشیمان شده و توبه کرده باشند، بعد از وفات شوهر می تواند آن مرد با آن زن ازدواج کند؟ بعد از توبه، قسمی که در یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که یعنی توبه هر آن چی قبل از او بوده همه او را ساقط میکنه. بله. یعنی همه گیره گناه و جریمه را از بین میبره و انسان پاک میسازه. تا توبه باید که توبه صادقانه و مخلصانه بوده باشد و بعد از او اگر هر دو جدی توبه کردن، اشکال در ازدواج اونها نیست و هم لازم نیست که اونها به یعنی این راز خدا افشا بکنن. اما این باید متوجه باشن که آیا برای در زندگی مرحله بعد بالای یکدیگر مطمئن و آرام خواهند بود یا نه، یا همیشه شک و شبهه در دل اونها، شبهه خیانت در دل اونها باقی خواهد بود که باعث خرابی زندگیشان شود. ورنه در اصل مسئله اشکاله به ازدواج اصل اونها نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون یکم مفصله که اگه به صورت خلاصه وار بتونیم بیان کنیم، اینه که میگه پدر شوهرم زمانی که زنده بودن 3 دنگ از خونشون رو به اسم شوهرش کردن، ولی بعد از اینکه پدرش فوت کرد شوهرم گفت که من راضی نیستم و باید کل این خونه رو به عنوان ارث پدر قرار بدم، چون که غالبا راضی نبود و فکر میکرد که حق خواهرش رو در حق خواهرش ظلم شده.
آیا این کارش درست است؟ بله این کار لازم هست بالایو، نه تنها درست است بلکه لازم است، چون پدر در زندگی خود هر آنچی به فرزندان و اولادهای خود میدهد باید به تقسیم به طور مساویانه بوده باشد. بله. یعنی حتی در او تفریق میان سهم دختر و سهم فرزند قسمی که در میراث هست وجود ندارد، بلکه به همگی باید یکسان و مساوی بوده باشد. این در صورتی که هدیه و تحفه در اونجا میدهد، بلکه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یکی از صحابه نعمان بن بشیر، پدرشان بشیر رضی الله تعالی عنه به اساس مطالبه مادر نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه از جمله انصار بود، برایشان یک خرما و هدایای افزودی داد. نه. مادرشان گفت که تا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این قضیه شاهد نبوده باشد، او گواه نبوده باشد، ما قبول ندارم، نمیپذیرم هدیه تو را. بله. یعنی باید او را گواه بسازی تا که پخته شود. سبحان الله. وقتی که پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رفتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که آیا به تمام فرزندان خود همین گونه و به همین شکلی هدیه دادی یا نه؟ گفت نه. پس آیا میخوای تمام فرزندان تو مساویانه به تو خدمت گذاری و نیکی احترام داشته باشن؟ گفت پس با آنها در جواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب مطالبهشان فرمود که نه، لا اشهد علی زورین، ما بر کار باطل و ناروا و ستمگرا گواه نمیشه و ما گواهی نمیدم، یعنی به او گواه نمیشوم. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از گواه شدن به او ممانعت کرد و او را یک کار نادرست و غلط توصیف کرد. لذا هر آنچه به یکی از فرزندان به خاطر محروم ساخت، مخصوصا که در این حالت به خاطر محروم ساختن است، اونجا به خاطر محروم ساختن هم نبود، یک هدیه عادی بود بدون رضایت مجموعی فرزندان و اولادها، رضایت قلبی کلیشان پدر به یکی از اولادها میدهد، در این صورت ای اعتبار ندارد، یا به همه ایشان میدهد یا که رضایت تمامی از اونها را کسب بکنه در هدیه که به او میدهد. و یعنی موضوعی که قضیه محیطی و قوانین و عرف محیطی در اونجا اونها را مجبور و ملزم نسازد، بلکه خود اونها به رضایت خود قناعت داشته باشن، راضی بوده باشن، در این صورت اشکال نداره. در غیری از او که همچنان قضیه برادر ما که هست ظاهراً به امی شباهت بیشتر دارد که قصد پدر اونها محروم ساختن بیشتری دخترها و دیگر فرزندها بوده و الله تبارک تعالی پسرشان جزای خیر بده که پدر خود از جرم و ادامه گناهی این حرکت نادرست و نامشروع یعنی نجات دادن و رهایی دادن و هرچی بیشتر هم برایشان دعا بکنن که الله تبارک و تعالی این لغزش اونها را ببخشد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که در یک کاری با یک نفر شریک بودم و حق او را ضایع کردم، همچنین حق مردم های دیگر را، حالا میخواهم حق او را ادا بکنم ولی روم نمیشه، آیا درست هست صدقه بدم؟ در عموم راه های رساندن حق مخصوصا در این زمان زیاد هست. میتوانه که به طور هدیه و حق او را یا که قیمتی هم و چیزی که از او گرفته به طور هدیه یا هدیه‌ای بالواسطه با او بپردازه. نه. یعنی لازم نیست که حتما خودش با او مواجه شود و روبرو شود. بله اگر در صورتی که هیچ راهی برای از او پیدا نشود، یعنی میتونم به عنوان هدیه برای او بدم، میتونم به یکی از دوستهایش بده بگم به فلانی این مال برسون، از من نگو چیزی و از جانب خودت که عادتا به او تحفه ها میدهی و هدیه هایی داری به او برسان، یا به نحوی دیگره، به نحوی دیگره که رفته پیش او میگذاره و خدا
بیرون میکشه. این هست حالاتش. اما در صورت که هیچ راهی برای از او پیدا نکرد و ای که صراحتاً به او بگویه مشکل در روند زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی از اونها به وجود میاره، در او صورت باز میتونه که از طریق دیگری خود خلاص بکنه. اما در صورت که این مشکل ایجاد نمیکنه چون به مانند مسائلی که به آبرو و به چیزها تعلق داره، در او صورت لازم است که برش اگر دیگر راه پیدا نکرد او را براش بیان کنه، بگویه و برسانه. احیانا میشه که او گذشت کنه و احیانا بگیره. به هر حال یعنی بهتر از اون وضعیت هست که با او با صاحبی اصلیش برسانه به هر وجهی که هست. ما هیچ راهی نبود، اینجا باز رجوع میکنه بر موضوعی که اون مال از جانب او صدقه بده در راه‌های مشروع و لازم به صدقه. این در راهی است که دیگر راه خلاصی آخرین راه دیگه در حق رسانی نبود. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که در حالت عصبانیت به خانمم یک بار گفتم طلاق، به مدت 3 سال است که از هم دوریم ولی همدیگر را میخواهیم، آیا میتونم دوباره همسرم را بازگردانم؟ الله تبارک تعالی در زندگی اونها خیر و برکت به اندازه. و وقتی که تنها یک طلاق صورت گرفته، اونها میتونن که با نکاح جدید با عقد و مهر جدید دوباره با هم ازدواج کنند و در صورتی که با هم یعنی علاقمند بوده باشند، حتی اولیای زن و اولیای سرپرست زن و که اولیای زن حق ندارند که بدون موجب شرعی در میان حائل واقع شوند. و آیت هم که در قرآن کریم آمده ولا تعضلوهن، در سوره نساء نمیگه که اونها را مانع نشوید که به شوهرهایشان پس بگردن. درباره یکی از معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه شن نزول و شهم امی حالت است که معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه هم خواهر خود به یکی از صحابه عقد نکاح یکی از صحابه داد، او ای را طلاق داد، بعد از او انتظار کرد تا به ای که عده سپری شد، هیچ رجوع نکرد. بعد از اینکه عده سپری شد دوباره هر دوی اینها قسم برادر و خواهر ما با هم علاقمند شدن و خواستن که دوباره با هم ازدواج کنن. و ضمنی کسایی که به حساب نکاح برای نامزدی آمده بودن اون هم قاصد فرستاد. اینجا معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه قهر شد، گفت که من به همگی تو را برتری دادم، خواهری من در عقد نکاحی تو بود، موجب بسیار شدید برای طلاق نبود، بعد دو طلاق صورت گرفت، گذاشتی در سه ماه واری عده طلاق گذاشتی که سپری شد، هیچ رجوع حقی رجوع مفت داشته، مفت رجوع کنه، اما در رجوع نکردی. آلی آمده زمین مردم هیچ امکان نداره که با او ازدواج کنی. الله تبارک و تعالی آیت نازل کرد، گفت که شما در صورت که یعنی مانع دیگری نیست، یعنی حقی حائل واقع شدن در میانی او دو تا که با هم میخواهند دوباره زندگی خود را از سر بگیرند، بله، برای شما نیست. و ولا تعضلوهن، این شما اونا را مانع نشوید که یعنی که احنا ازواج هن، این که با همسرها با شوهران سابق خود دوباره ازدواج کنند. پس اینجا با عقد جدید و نکاح جدید اونها با هم ازدواج کردند و الله تبارک تعالی برادر و خواهر ما را هم در زندگیشان برکت به اندازه و زندگی پر از محبت و صمیمیت برای اونها نصیب کنه. آمین. جا
جزاكم الله خیر. سال آخری بیننده در مورد این است که شوهرم از همسر اولش دختر دارد که ازدواج کرده، آیا داماد شوهرم محرم من است؟ این خواهر این سال کرده. در عموم دقیق این مسئله برای ما دقیق واضح نیست. بله. و که یعنی از تمام جوانب محرم او بوده باشد از جمله محارم موقت اگر به شمار بیاد، یعنی به این صورتی که خب یعنی میتونه که بعد از یعنی شوهر یک زن دیگه هم داشته که زنش دختر داشته، حالا اون دختر ازدواج کرده با یک مردی، آیا اون مرد هم یعنی همسر شوهرش محرم اون داماد زن اولش میشه یا نه؟ انگار که مادرش برمیگرده به این، ما را بررسی میکنیم این موضوع را به واقعیت اصلی مسئله. بله. که در صورتی که مثلا پدر شوهر امی زن که پدر هزی هست، پدر همسری داماد هست، یعنی او فوت میکنه یا در مابین از اونها جدایی با وجود میاد، آیا عقد نکاحی ای با ای زن برای او داماد درست هست یا نه؟ برای وقتی که محرم نباشه سال پیش میاد اینجوری. بله. آیا عقد نکاحش با او درست هست یا نه؟ اگر درست بود بله محرم نیست، و اگر درست نبود اینجا محرم است. بله. و اینجا شاید جواب سوال ما به سوال دیگه هم بخش بله. اول بوده باشد که یعنی در بعد در اصل تنها از جمله محرمات که هست مادرهای همسرها هست و نه اینکه مادرخوانده هایشان و پدر زن زن خانم پدرهایشان، این چیزی از محرمات نیست و چیزی از اونهایی که در مابعد نکاحشان برای از او ممنوع بوده باشد. یعنی بناهن در اینجا یعنی از حفظ حجاب در این وسط هرچی لازم تر و با اخلاقیات اسلام مناسب تر هست، مخصوصا که بعد از اینکه از عقد نکاح از او ماینها عقد نکاح با پایان میابد در میتونه که با او ازدواج بکنه. بله. ممانعتی در اینجا وجود نداره. جزاکم الله خیر شیخ، به پایان برنامه رسیدیم و خیلی تشکر از شما میکنیم که وقت شما رو گرفتیم و همچنین از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که وقت اونها رو گرفتیم و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.